مدیر عامل بزرگترین پالایشگاه گازی غرب آسیا ما را به بازدید از این تأسیسات عظیم میبرد. پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس که خوراک واحدهای پتروشیمی را تامین میکند. یک پالایشگاه تمام ایرانی که چندی قبل به بهره برداری رسید. برای درک بهتری از مسیر طی شده در صنعت پتروشیمی کشور باید سری به آرشیو تصاویر میزدیم. تصاویر از احداث نخستین مجتمع پتروشیمی ایران به دست خارجی ها. یک کارخانه تولید کود شیمیایی حوالی شیراز، حدود 50 سال قبل. کارخانه‌ای که 0 تا 100ش را خارجی ها ساخته بودند تا ایران را صاحب پتروشیمی کنند. طرح‌های عظیم سازندگی ملی به حرکت در می‌آمد. پس از این کارخانه توسعه صنعت پتروشیمی با احداث 3 مجتمع دیگر و باز هم با مشارکت خارجی ها آغاز می‌شود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی خارجی ها می روند و تلاش برای ادامه این مسیر بی نتیجه است. مسئله به جایی نینجامید و خاتمه پیدا نکرد. وقوع جنگ تحمیلی مجتمع های اداس شده در قبل از انقلاب را هم نابود می کند. پس از جنگ اما توسعه صنعت پتروشیمی جزء سیاست های کلی ایران قرار می گیرد. بنابراین بازسازی مجتمع های آسیب دیده از جنگ و احداث مجتمع های جدید در دستور کار قرار می گیرند. مجتمع های پتروشیمی یکی بعد از دیگری راه اندازی می شود. پتروشیمی جم بزرگترین اینجا پتروشیمی هنگام شرکت پتروشیمی تبریز پتروشیمی شازن پتروشیمی آپادانا روزانه 4 میلیون اینقدر ماشاءالله دیگه شرکت پتروشیمی داریم که اسامیشو واقعا دیگه آدم نمیتونه بگه. شاید بیش از 60 مجتمع پتروشیمی داریم. اکنون صنعت پتروشیمی ایران از چند کارخانه کوچک با ظرفیت تولید سالانه 300 هزار تن در قبل از انقلاب امروز به جایی رسیده که حدود 3% از نیاز جهان به محصولات پتروشیمی را تامین میکند. حدود 30 میلیون تن محصول نهایی داریم میدیم تو بازار، حدود 20 میلیون تن محصول صادراتی داریم. سالانه 12 میلیارد دلار تقریبا ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ماست. الان 2.5% ظرفیت پتروشیمی دنیا توسط ایران داره تولید میشه. من یه چیزی به شما بگم شاید باورتون نشه، ما الان بسیاری از محصولاتمون رو پیش فروش کردیم به دنیا. اینا در دوران تحریم دارم میگم، اینا هنره. و جهش سوم صنعت پتروشیمی ایران نیز در حال تکمیل شدن است. جهش در صنعتی که در این سالها شدیدترین تحریم ها را از سر گذرانده. تا پایان سال 1400 به ظرفیت 100 میلیون تن دست پیدا خواهیم کرد و درآمد این صنعت را از 15 میلیارد دلار فعلی به 25 میلیارد دلار افزایش خواهیم داد. پیشرفت در دوران تحریم خودکفایی در صنعت پتروشیمی را به بالاترین حد رسانده. امروز ما به عنوان یک شرکت ایرانی موفق شدیم که هم در فاز طراحی مهندسی، هم اجرا و هم راه اندازی در این مخازن مشغول به فعالیت بشیم. عمده شیرالاتشون یا آلمانی بود یا آمریکایی بود. الان 4 ساله که داخل تولید میشه. تجهیزاتی الان داره تولید میشه از لحاظ سایز، تکنولوژی، ابعاد، سیستمایی که کارفرماها مورد نیازشون هست، عیناً مطابق استانداردهای بین‌المللیه. همین الان هم خارجی ها باورشون نمیشه که ما این رو داخل داریم میسازیم. و امروز توان داخلی در این صنعت به جایی رسیده که روزگاری برای فعالان این صنعت هم غیر قابل تصور بود. ما چارچوب‌های فلزی درهای فنسیمون از هلند و انگلیس و اسپانیا اومده بود. مخزن آبمون از اون ور دنیا می اومد. اختلاف وضعیتی که ما الان داریم با اون چی که قبلا بود، خب اصلا فی الواقع فاصله بسیار زیادیه. خدا شاهده 10 سال پیش کسی جرأت نمی کرد بگه ما کاتالیستی که از خارج بیاد و حتی تست کنیم. همین میومد میگه به شما ربطی نداره، فرستادیم همینو بریز. ولی الان به اون نقطه رسیدیم که کاتالیس خودمون رو داریم لود میکنیم، از کاتالیس خودمون استفاده میکنیم. به ابر پالایشگاه گازی بیت بلند خلیج فارس باز میگردیم. یک طرح عظیم که با اتکا به توان داخلی در اوج تحریم ها احداث و به بهره برداری رسیده. در این پروژه از نیروهای جوان و مستعد متخصصی استفاده شده که این پالایشگاه خودشون طراحی کردن، خودشون نصب کردن و خودشون راه اندازی کردن. نگاهی به رشد صنعت پتروشیمی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد
تعداد مجتمع های پتروشیمی از 6 مجتمع در سال 57 به 56 مجتمع رسیده است. ظرفیت تولید این صنعت نیست از 3 میلیون تن در سال به 66 میلیون تن و درآمد ناشی از فروش محصولات پتروشیمی از 160 میلیون دلار به 17 میلیارد دلار رسیده، یعنی حدود 100 برابر شده است. میزان صادرات محصولات پتروشیمی نیز از 50 میلیون دلار در سال 57 به بیش از 12 میلیارد دلار رسیده، یعنی 240 برابر شده است. و این مسیر رو به رشد همچنان ادامه دارد. با تکمیل جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1404 تعداد مجتمع های پتروشیمی ایران به 111 واحد و ظرفیت تولید به 133 میلیون تن در سال خواهد رسید. امروز ایران در صنعت پتروشیمی صاحب فناوری شده و دیگه هیچ کسی در هیچ جای جهان نمیتونه پتروشیمی ایران رو نادیده بگیره. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پالایشگاه بیت بلند خلیج فارس.